در اینجا دو مسئله مطرحه که من یک اشاره بون میکنم و در شب بعد به تفصیلش میپردازم که بی نهایت این حساسه. یعنی حساس این مسئله ایست که امروز از لحاظ رهبری سیاسی جامعه شناسی سیاسی مطرحه و اون اینه که برای جامعه رژیم سیاسی، رهبری اجتماعی و هدایت مردم و حکومت دو فلسفه، دو بینش بیشتر نداره. در همه شکل‌های مختلف رژیم‌ها، در همه اشکال مختلف زندگی سیاسی دو طرز فکر. اول اداره جامعه است به بهترین وضع، دوم هدایت جامعه است به بهترین وضع. این دو تا طرز فکر گرچه در وهله اول شبیه به همه یا اختلافش محسوس نیست، اما دو بینش متناقض با همه. یکی این جامعه انسانی را ما دارا یک حکومتی برایش داشته باشیم که حکومت افراد اون جامعه را به شکلی اداره کنه که افراد بپسندند، بخواهند آسایش کنند و برخورداری داشته باشند و آزادی مطلق داشته باشند یا آزادی نسبی هرچی بیشتر ممکن است داشته باشند، به طوری که افراد اون جامعه در اون نوع حکومت احساس آسایش، آزادی و سعادت بکنند. این بهترین نوع حکومت تلقی شده بود در طول تاریخ، اما امروز بالاخص در نیم قرن اخیر و مخصوصا در جامعه شناسی که مبتنی و متوجه به کشورهای آسیایی و افریقایی و ملت‌های عقب مانده هست، این مسئله مورد تردید واقع شد، زیرا متوجه این شدن که مسئله اداره به بهترین شکل جامعه با اصل پیشرفت سریع جامعه منافات داره. یا باید اصل بهزیستی و آسایش مردم را انتخاب بکنیم و شعار اساسی حکومت باشه، یا نه اصل ترقی و تغییر و پیشرفت هر که بیشتر و سریعتر این جامعه را از وضعی که داره هدف خودمون قرار بدیم، در اینجا گاه منافات پیدا میکنه. چنان که گاه شما کودکتون رو به پرورشگاه میدین، به کودکستان میدین که او را به هر شکل که بهترین شکل میبیند عوضش کنه، به بهترین شکل و مرحله ارتقاش بده، طرز تفکر، طرز سلیقه، طرز زندگی، بینشش، عقیدش، روابطش، اخلاقش به کلی به بهترین شکل دگرگون کنه. یا نه کودکتون به باغ کودکان میدین، در اونجا باغ کودکان برای این نیست که کودک شما را تغییر بده، به بهترین شکل تربیت کنه، عوض کنه، نه، اون میخواد به بهترین شکل نگهداری کنه، یعنی از زمین خوردن، از ناراحت شدن، از مریض شدن، از دعوا کردن، امثال اینها جلوگیری بشه، به طوری که به بهترین شکل این چند ساعت را که کودک در باغ نگهداری اطفال هست بهش خوش بگذره. در اونجا مسئله تغییر و پیشرفت و ارتقاء کودک مطرح نیست، بهتر زیستن و آسوده احساس کردن و احساس سعادت و آرامش و آزادی کردن مطرح دارش. این دو تا بینش بدون اینکه مطرح بشه در تاریخ، در اصطلاحات ناخودآگاهانه شاید مطرح شده. یکی سیاست که در شرق ما میگیم به اداره مردم، به رهبری مردم، به حکومت، سیاست پیشه حکومت،
در یونان که الان همون اصطلاح در اروپا هست و در همه متن ها هم تکرار میشه، پولیتیک. پولیتیک از کلمه پولیسه، پولیس به معنای شهره. بنابراین حکومت که کارش پولیتیک است، یعنی اداره این شهر به بهترین وضع از نوع کاری که شهرداری میکنه در یک شهر حکومت میکنه در یک مملکت. شهردار یا دستگاه شهرداری در یک شهر هرگز متعهد نیستن که از لحاظ بینش مردم رو اصلاح کنن، نسل جوان خوبتر فکر کنه، نسل گذشته بهتر تربیت کنه بچه ها رو، طرز تفکر مذهبیشون عالی بشه، بی مذهب بشن، با مذهب بشن، دینشون رو عوض کنن، دیندارتر بشن، خوب کار. اینا اصلا مطرح نیست در قلمرو مسئولیت سازمان شهرداری. این حرفا نیست. شهردار و شهرداری فقط و فقط تعهد خوشگذشتن و اداره آزاد و راحت مردم این شهر را بر دوش داره. بنابراین نوع کار شهرداری در کشور، کشورداری است، یعنی نگاهداری جامعه و سالم نگه داشتنش و راحت و آسوده زندگی کردن افراد یک کشور. حکومت مسئولیت اینه. اما در شهر به جای اداره مردم سیاست به کار رفته که معنی اداره مردم نگهداری مردم نیست، بلکه بیشتر سیاست یا در اصطلاحات چوپانی به کار رفته و به معنای رهبری مردمه. یعنی حکومت کارش این است که این جامعه و این افراد رو از وضع روحی اخلاقی و معنوی و اقتصادی و اجتماعی که الان دارند به وضع اجتماعی و روحی و اخلاقی و فکری که ندارند و باید داشته باشند منتقل کنه. بنابراین حکومت یا باید تعهد رهبری و تربیت مردم و جامعه را به بهترین شکل ممکن تعهد کنه که معلم مردمه و رهبر مردمه، یا نه مدیر جامعه و نگاهبان و حافظ جامعه. در اینجا کلمه امامت، اصطلاح امامت کاملا روشن می کند و همچنین اصطلاح امت که از میان دو فکر ثبوت و تحرک، ثبوت در اون بینش اداره مردم به اون شکل آسوده و راحت و حسشون از خطر و بیماری و ضرر، و اصل دوم اصل پیشرفت و تغییر دادن روابط اجتماعی و فکری و اعتقادی و اجتماعی و زندگی و کشندن و روندن جامعه و روحها و فکرها و مغزها به بهترین شکل، امامت و امت شکل دوم رو میپذیره. بنابراین امت جامعه‌ای نیست که در آن افراد انسانی احساس راحتی و سعادت راکد بکنند، احساس بیمسئولیتی آزاد بیقیدی بکنند و آسایش متوقف ملاک زندگی قرار بدن. و رهبر، امام یا امامت یعنی پیشوایی، هدفش نگاهبانی مردم تنها و هدفش احساس داد، احساس راحتی و آسایش تنها به مردم دادن نیست، بلکه فرد در امت وقتی وارد میشه، یعنی وارد یک
گروه همسفر شده، یعنی تحرک در متن و جان این اصطلاح به این جامعه هست. دوم، زندگی او در امت یک زندگی آزاد نیست، یک زندگی رها نیست، یک زندگی مسئول و متعهده. سوم این است که به مجردی که خودش را عضو این امت میداند باید امامت این امت را بپذیرد، اول بشناسد بعد بپذیرد. و امامت نیز عبارت از اداره جامعه و نگهداری جامعه به صورت متوقف نیست، بلکه مسئولیت اولیه و مهمترین مسئولیت امامت، یعنی حکومت به شکل امامت در معنی امامتیش، عبارت است از مبتنی کردن اصل حکومت بر اساس پیشرفت و تغییر و تکامل و هر چه سریع‌تر، بلو در این سرعت و در این رندن به طرف تکامل افرادی هم باشند که در اونجا احساس راحتی و آسایش نکنند، ولو هم افرادی باشند که زندگی راکب و متوقف و آسوده معمولی به بهتر از اون حرکت و کمال و پیشرفت بپسندند، ولو افرادی هم باشند که اصولا نپسندند این راه ره و این هدف ره. اگر فردی هست که به این راه و به چنین رهبری و به اون هدف معتقد نیست، به رأی او توجه به این معنا که هدف را مطابق سلیقه او تدوین کند حکومت هرگز نیست، بلکه امامت هدفش را نه بر اساس پسند افراد انتخاب میکنه، بلکه بر اساس رسالت و حقیقت و اون چرا که بایست باشد بر اساس این انتخاب میکنه و بر اساس این رژیم رهبری و هدایت و امامت خودش رو تدوین میکنه و افراد انسانی در اونجا هدف از زندگیشون بودن نیست بلکه رفتن است. و در امامت موندن به شکل آزاد و خوش نیست، بلکه سفر است. اصل ثبوت به شکل خوش و آسوده و راحت و احساس آزادی فردی بی‌مسئولیت در چنین جامعه‌ای کردن نیست، بلکه امت یک جامعه است که در هیچ سرزمینی ساکن نیست. امت جامعه است که بر اساس هیچ پیوند خونی و خاکی استوار نیست. امت جامعه است که بر اساس تشابه در کار و شکل زندگی و درآمد استوار نیست. امت عبارت است از یک جامعه که افراد آن تحت یک رهبری بزرگ و متعالی احساس مسئولیت پیشرفت و کمال فرد و جامعه را با خون و اعتقاد و حیات خودشون احساس میکنند و متعهدند که زندگی را نه بودن به شکل راحت، بلکه رفتن به طرف بی‌نهایت و حق معنی کنند.